قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات. کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، مواضع رهبران احزاب سیاسی در این کشور آشکار شده و فریادها برای پایان دادن به آنچه که اشغال لبنان توسط ایران نامیده می شود شدت بیشتری یافته است. در همین ارتباط ولی جنبلات، رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان، مواضع سختگیرانه تری را نسبت به حزب الله و همپیمانان آن میشل اون رئیس جمهوری لبنان اتخاذ کرده است. او در یک کنفرانس خبری گفت: ما همچنان خواهان خلع سلاح حزب الله هستیم. همانطور که پیشتر گفته بودیم، این سلاح‌ها نباید خارج از چارچوب دولت بماند. با این حال، برای تحقق این هدف به سراغ روش‌های خشونت‌آمیز نخواهیم رفت، چرا که کشور را به جنگ داخلی خواهد کشاند. این سلاح‌ها ایرانی است. جنبلات انتخابات پارلمانی پیش رو را رویایی محور ایرانی سوری در مقابل جریان ملی و مستقل لبنان خواند. وی افزود که اگر در مجلس نمایندگان اکثریت را به دست آوریم، می توانیم حرفمان را تحمیل کنیم. آیا آنها ما را خواهند کشت؟ البته که حزب الله اعتقادی به گفتگو ندارد و ما از دوره رفیق حریری تا لقمان سلیم به این موضوع اشاره کردیم. باید با خونسردی رفتار کنیم و مقابله کنیم. جنبلات پیرامون بازگشت سفرهای کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس به لبنان هم اظهار داشت، پس از تنشی که در نتیجه اظهارات خشونت آمیز حزب الله و جنبش ملی آزاد اتفاق افتاد و باعث ویرانی روابط ما با کشورهای عربی شد. امیدواریم که سفرهای این کشورها به لبنان بازگردند تا تعادل را برقرار کنند و تحت سیطره ایران و سوریه نمانیم. همزمان منابع نزدیک به رهبر دوروزی‌ها به ایران اینترنشنال گفت که اظهارات جنبلات پس از آن صورت گرفت که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به صراحت اعلام کرد که نبرد اصلی حزب الله موفقیت متحدانش در مناطق دوروزی‌ها در انتخابات آینده است تا بتوانند اکثریت را به دست آورند. به عقیده جنبلات این تصمیمی روشن از سوی نصرالله است که تلاش می‌کند تا او و کسانی را که مانع از به ثمر رسیدن اهداف حزب الله می‌شوند محاصره کند. به گفته این منبع، رهبر دوروزی‌ها بر این باور است که محور حزب الله لبنان را وارد بحران و نزاع‌های غیر قابل تحمل می‌کند که هزینه زیادی به لبنان تحمیل خواهد کرد. می فرحت، بیروت.